الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. از دعاهای حضرت موسی علیه السلام است. می فرماید خدایا سینه مرا باز کن، کار مرا بر من آسان کن، عقده ها را از زبان من بردار تا مردمی که مخاطب من هستند کلام مرا بفهمند و تفقه کنند. گفت یا رب شرح صدرم کن عطا، سینه ام را باز گردان ای خدا، خواهم از لطف و کرم احسان کنی، کار را از بهر من آسان کنی، ویژه من مهر خود را ساز کن، عقده را تو از زبانم باز کن، عقده بکشا از زبان و کار من، تا بفهمن این و آن گفتار من. با سلام و درود و احترام خدمت همه شما سروران گرامی، میهمانان ضیافت الهی، حضور شما را در این محفل روحانی گرامی می‌دارم. همانطوری که استحضار داریم در نوبت‌های گذشته در مکتب امام سجاد سیری داشتیم در گلستان اندیشه‌های اون حضرت، کلام پرمغز و پرنقض صحیفه سجادیه را با هم گفتگو می‌کردیم. دعای مکارم الاخلاق که از بهترین دعاهای صحیفه سجادی است، با درون مایه مباحث اخلاقی و آداب سلوک معنوی متضمن تعالی روح انسان است. ما اشاره داشتیم به فراز اول این دعا که امام بعد از صلوات بر پیامبر و آل او، که این دعا مشهون از صلوات است، دعاشون این بود که فرمودن اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال. به چهار اصل و به چهار رکن اساسی در ایمان و در تعالی انسان توجه دارد. یکی مسئله ایمان است، دوم مسئله یقین است، دوم نیت است و انگیزه، و چهارم عمل صالح و عمل احسن است. فرمودن خدایا تمام خواست من این است که ایمان من را کامل کنی، به اون نهایت درجه کمال خود برسانی که بحث ایمان گذشت. و از ایمان نقطه اوج ایمان رو وقتی که ما نگاه میکنیم، اون یقینی است که امام تقاضا میکند، وجعل یقینی افضل الیقین، که حق الیقین است، در مراتب یقین و مراتب ایمان بحث کردیم. و بعد آمدیم به نیت، چون ایمان به یقین منتهی میشود و ایمان و یقین در نهایت میوه او عمل صالح است، حلقه واسطه بین ایمان و یقین و عمل صالح نیت است، که تمام توجه خدا به این نیت است و این نیت جایگاهش دل انسان است، همون حرم خداوند است. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، یا فلا تسکن حرم الله غیر الله. خدا در دل مؤمن حضور دارد. گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم هیچ در بالا و پس، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا خواهی در آن دلها طلب. خب بحث یقین رو هم ما، نیت رو هم ما طی کردیم و رسیدیم به بحث عمل صالح و اعمال صالحه رو ما بحث میکردیم، عمل را توضیح دادیم و قدری هم در مورد صالح گفتیم. عمل صالح مثل ایمان در آموزه های دینی ما در قرآن کریم تعریف خاصی نداره. مثلا ایمان رو خداوند در یک خط تعریف نکرده، عمل صالح رو تعریف نکرده، اما در تتبع در آیات قرآن و ویژگی هایی که برای عمل صالح خداوند ذکر کرده،
ما در ذهنمون به یه انگاره ای میرسیم، یعنی نزدیک میشیم به اون مفهوم ایمان و مفهوم عمل صالح. خب ما اومدیم گفتیم ببینیم در قرآن مهمترین مصادیق عمل صالح که جنبه ریشه‌ای و پایه‌ای دارد کدام است، و اول اشاره کردیم به توصیه به حق و توصیه به صبر و لعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یعنی اینجا که میگه الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، خداوند تفسیر میکنه عمل صالح رو. اون عمل صالح چیه؟ اون عمل صالح اینه که شما مرتب توصیه به حق بکنید و در کنار این توصیه به حق شما صبوری بورزید. و اینجاست که ما در بحث گذشته دیروزمون اشاره کردیم به این که اون نقطه کمال سلوک معنوی یک سالک را صبر نامیدند، و ما در مورد صبر قبلا صحبت کردیم، دیروزم من توضیحاتی دادم و اشاره کردیم به مراتب صبر که 10 مرتبه از مراتب صبر را من خدمتتون گفتم. صبر در برابر معصیت و هوس و شهوات، دوم صبر در برابر طاعات و عبادات، سوم صبر در برابر مصیبت ها و دردها و رنج ها، چهارم صبر در برابر راحتی ها و خوشی ها، پنجم صبر لله، ششم صبر بالله، هفتم صبر علی الله، هشتم صبر فی الله، نهم صبر مع الله و دهم صبر عن الله. اینها رو ما خدمت خانم ها و آقایون توضیح دادیم. حالا بنده عرض میکنم توضیحات اینها رو گفتم، اما باز امروز برای ورود به بقیه مصادیق عمل صالح یه تتمه‌ای در بحث صبر وجود دارد. ابتداعا نورانی میکنم کلام خودم رو به کلامی از امام صادق علیه السلام. ایشون میفرمایند، این کلام ایشون کلام عرفیه، توجه بفرمایید، اینجا هم در مانیتور براتون قرار دادیم، البته اینها رو ما ایمیل میکنیم برای کسانی که دوست دارن و همینطور جزواتی رو تقدیم میکنیم، اگر باز از شاگردان رو از دوستان خواص بودن ما در اختیار اونها قرار میدیم و اگر خواستن. در اینجا میفرماید امام صادق ان الحره حر، یا بحث حریت مطرح است، به درستی که انسان آزاده آزاده است، ان الحره حر علی جمیع احواله، در جمیع احوال انسان آزاده آزاد است. اینجا بحث از آزادی و رهایی انسانه در برابر رقیت و اسارت نفس انسان. یعنی ما یه استقلال و عزت نفس داریم، یک اسارت و عبودیت و رقیت نفس داریم، اون جایی که نفس اسیر میشه. یادتونه روز اول ماه مبارک عرض کردم که عبودیت، یعنی انسان وقتی که چیزی رو میپرستد اونجایی پرستش هست که آزادی از من سلب بشه. هر جا که من اختیار و عنانم رو در برابر چیزی از دست دادم دارم اون رو میپرستم. گاهی من عبد السره میشم، عبد القدره، عبد الشهوه، عبد الدنیا، عبد البطن، اینا همه در روایات اومده، یعنی بنده شکم، بنده دنیا، بنده ثروت، بنده قدرت. چجوری من بنده ثروت هستم؟ اونجایی که پولی که میگن بی زبونه با من حرف میزنه. پول بی زبونه؟ نه، پول حرف میزنه. وقتی این پول اومد تو حساب بانکی با من حرف میزنه، یواش یواش پول بر من استیلا پیدا میکنه، اسارت در من ایجاد میکنه، قدرت در من اسارت ایجاد میکنه، شهرت در من اسارت ایجاد میکنه، من اسیر میشم، دیگه حر نیستم. اونجایی من میخوام به حریت و آزادی برسم که بتونم مقاومت بکنم. الذین قالوا ربنا الله، اون کسانی که گفتن رب ما الله هست، ثم استقاموا، سپس استقامت کردن. نگاه کنید میفرماید ان الحر حر علی جمیع احواله، انسان آزاده آزاد است در جمیع احوال. ان نابت و نائبتون، اگر به او رنجی میرسد، مصیبتی میرسد، فشاری، دردی، رنجی بر او وارد میشود، عاملی میخواد حریت او را بگیرد، صبر لها، صبر میکند در برابر او. و این تدافعت علیه المصائب،
تداکت اصلا اون کلمه دک میاد، دک یا دک و دکان که میگن به زبان عربی، دکه یعنی مثل دقلباب که از کنم که در رو میکوبن، کوبیده میشه یک چیزی، فرو ریخته میشه، اینو میگن دک. تداکت یعنی و اگرچه اگر بر او فرو ریخته شود مصائب، لم تکسره، او شکسته نمیشود، و این قسره و قهره، اگرچه اسیر شود، اگرچه مبهور شود، زندانی شود، باز وقتی مصائب بر او بریزد او شکسته نمی شود. اینجا در اثر صبر به مقام ابدال می رسد. ابدال رو مولانا در مثنوی ذکر کنه، ابدال کسانی که میتونن ابدال بکنن. ابدال یعنی ائمه اطهار ابدالن، اونها میتونن با یک نظر آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن، با گوشه چشمشون خاک رو تبدیل به زر بکنن. یعنی اونها میتونن با تربیتشون انسان خاکی را به اخلاک برسونن، اینو میگن ابدال. حالا انسانی که صبوری میکنه چه میکنه؟ استبدل بالیسر عسرن، یسر و آسانی رو در نظر بگیرید، این عسر و سختی رو تبدیل به یسر میکنه. شما یاد این آیه قرآن میفتید که خداوند فرمود به پیغمبر اکرم، الم نشرح لك صدرك، آیا ما سینه تو را باز نکردیم؟ آیا ما به تو طاقت ندادیم؟ آیا ما روح تو رو فراخ نکردیم؟ و وضعنا عنک وزرک، و آیا ما بار سنگین را از دوش تو بر نداشتیم؟ الذی انقذ ظهرک، اون بار سنگینی که داشت دوش تو را میشکست. فان مع العسر یسرا، خدا میگوید با هر سختی آسایشی است، نمیگه ان بعد العسر یسرا، بعد از هر سختی آسایشی است، که فکر کنید اول سختی ها رو باید بکشی بعد آسایش داشته باشی. نه، خدا داره این درس رو به ما میده. من دیروز خدمت خانوم ها و آقایون اشاره کردم، تمام دردها، رنجها، مصیبتها، فشارها، مرضها، گرفتاریهای انسان، اون قسمتش که مربوط به اراده خدا میشود و اون قسمتش که به ربوبیت حق منتهی میشود، 12 حکمت داره. من اون 12 حکمت رو برای شما ترسیم کردم، گفتم براتون که چرا این مسائل، اگر خداوند عالم است، اگر خداوند قدیر است، اگر خداوند خیرخواه است، اگر حکیم علل اطلاق است، تمام دردها و رنجهایی که اگه ما نسبت به خدا بدیم، 12 تا علت داشت. علت اول رو گفتم، به خاطر اینکه انسانیت انسان در صبر و بلا و رنج شکوفا می شود، لقد خلقنا الانسان فی کبد. دوم گفتم، خیلی سریع میگم برای که به ذهنتون بیاد، دوم گفتم که مصائب و رنج ها باعث می شود که روح انسان لیاقت پیدا کند، عطایای عظیم را دریافت کند، از این جهت بالاترین درجه بلاها به انبیا می رسد. سوم این که خدمتون گفتم، لقاء خداوند، دیدار خداوند، مشاهده خداوند مبتنی بر حرکت توأم با رنج است، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. چهارم، فلسفه بلاها امتحان خداوند است، نه برای اینکه خدا من رو بشناسه، من خودم ضعف‌ها، کاستی‌ها، نقص‌ها، کوتاهی‌های خودم رو ببینم و خودم رو تماشا کنم و معرفت به نفس خودم پیدا کنم. و پنجم گفتیم که بلاها و مصائب باعث می‌شود روح انسان از ناپاکی‌ها پاک بشود. ششم گفتیم که بلاها و مصائب مانند باد وزنده میاد، این گندم وجود انسان رو از کاهش جدا میکنه، ناخالصی ها رو از انسان میگیرد. و بالاخره اشاره کردیم به مسئله هفتم، که بلاها و مصائبی که بر انسان وارد میشود، اون غرور و تکبر و انانیت و خودخواهی و خودشیفتگی انسان خورد میشود. و مسئله هشتمی که اشاره کردیم این بود که ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، خدا قصاص میکنند، قصاص تکوینی برای که حیات بده. اگه خدا قصاص نکنه بلای آسمانی میاد، بلا فراگیر میشه و حیات بشریت استمرار پیدا نمی کند. و بالاخره مسئله نهم، اشاره به این حقیقت کردیم که بلاها و مصائب باعث میشود که انسان دنیا رو برای خود بیت نهایی خود و خانه نهایی خود نداند و مخلد الی الارض نشود. و مسئله دهم این که گفتیم بلا و مصائب باعث می شود انسان ذکر به نعمت ها پیدا بکند، نعمت رو درک بکنه و قدر نعمت رو بداند. و دوازدهم اشاره به
این مطلب کردیم که خداوند این همه برای صابران اجر قائل است. یکیشو براتون توضیح ندادم. اینا رو گفتم این قسمتم بگم که این حدیث رو دارم معنا میکنم. یکی از علل و فلسفه های مصیبت هایی که بر انسان وارد میشه این است که عرفا گفتن وقتی که خدا میخواد این معشوق ازلی و محبوب ازلی میخواد این عاشق خودش رو به درگاه خودش راه بده و او رو به مقام قرب برساند و لذت قرب رو به او بچشاند، کاری میکنه که همه به او پشت بدن، همه ی انسان ها به او پشت بدن و دست رد بر سینه او بزنن. حتی کاری میکند خدا که اتهام بزرگی متهم بشود به اتهام بزرگی، همه او رو محکوم بکنن و مطرود بکنن و همه حکم بکنن او رو به این اتهام بزرگ. وقتی که دست رد زدن همه بر سینه او، اون موقع است که خداوند مانند یک مادر مهربان دست نوازش را بر سر این عاشق خود میگذارد. نمونه اون رو شما در قرآن در سوره یوسف میبینید. وقتی که یوسف عشق شدیدی به برادر تنی خود بنیامین دارد، چیکار کرد؟ اون جام پیمانه تقسیم ارزاق را حضرت یوسف در بار بنیامین قرار داد. هنگامی که برادران خواستن حرکت کنن، یک دفعه این دربانان کاخ صدا زدن که شما توقف کنید، شما کاروانیان سالک هستید. اومدن باروبوله اینها رو تونستن تفقص کردن و حضرت یوسف دستور داد و این جام رو از توی خورجین یا از توی بار بنیامین در آوردن. متهم شد به یک اتهام بزرگ، همه رو محکوم کردن، بله این سارق است. و حتی برادران او گفتن که اگه این دزدی کرده، اینم یه برادری داشته، که اون برادره حالا الان اینجاست و حاضره ولی از چشم اونها غایبه، اونها نمیبینندش. حضور دارد که در روایات داریم که وجود حضرت مهدی در بین ما مثل یوسف است در بین این که میگن یوسف امت، همین است، مثل یوسف است در بین ما. برادران که برادران این یوسف رو نمیشناسن و گفتن که این برادری داشته که اون برادرش هم دزده. و بعد وقتی که این متهم شد، اینجا بود که یوسف آغوش خود را باز کرد و برادر رو به مقام قرب خود رسانید. یوسف نصف وجود یعنی حضرت حق جل و علا تمام بلاهای خود را متوجه محب خود می کند تا این محب را به این مقام قرب برساند. این 12 تا رو من مطرح کردم برای اینکه ما بدانیم که این بلاها و مصائب یه جوهری دارد، یک حالت برزخی دارد، یک صورت و یک باطنی دارد. ما صورتشون رو می بینیم اما اگر باطلشون رو ما توجه بکنیم اصلا دیگه صبر معنا نداره. حالا دقت بکنید. و ستوب دل به یسر عسرا تبدیل می کند عسرا به یسر، کما کان یوسف صدیق. امام صادق می فرماید همانطوری که یوسف صدیق امین، کما کان یوسف صدیق امین، لم یزرر حریته، حریت و آزادگیش ضرری بر او وارد نکرد. انستو بده اگرچه به عبودیت گرفته شد، یعنی شد بنده، بنده شد، این یوسف رو آوردن و به عنوان برده او را بفروشن و قهره مقهور شد و اسره و اسیر شد، ولی حر بود، آزاده بود. و لم تزره رو هو، هیچ ضرری به اون نزد. ظلمت الجب، اون شب، اون ظلمت چاه و وحشت و هوب و ما ناله و هر چی که برای یوسف وارد شد، یوسف رو عوض نکرد. الهر رو هرون فی جمیع احواله تا این که من الله خداوند نعمت بزرگی نصیب یوسف کرد علیه، چی کار کرد؟ فجعل الجبار الاتی، اون جبار متکبر را که لهو عبدن، اون جبار متکبری که مالک یوسف بود را عبد یوسف کرد. یعنی خدا اینطوری کرد. نگاه چی میگه؟ فجعل قرار داد الجبار الاتی یا جبار الاتی، اون جبار آتی اتوه متکبر را لهو برای یوسف عبدن عبدی، بعد از کان لهو مالکا، بعد از آنی که مالک یوسف شده بود. فارسله بود خدا او را فرستاد، یعنی پیغمبرش کرد. و رحم بهی امتا، و به واسطه وجود یوسف رحم خداوند ترحم کرد بر یک امتی. و بعد امام صادق حالا میگه و کذالک الصبر، صبر همین است، یعقب خیرا، عقبه صبر خیر است. حالا امام صادق به ما توصیه میکنن فصبروا و وقتنو، صبر پیش کنید. و وقتنو یعنی وقتنو انفسکم. وقتنو میدونی یعنی چی؟ کلمه وقتنو از کلمه وطن میاد.
یعنی سیتیزن بخونید تو وجودتون صبر رو، معناش اینه. من اگه بخوام کانادایی به شما بگم اینطوری باید بگم، یعنی سیتیزن بکنید وطن، یعنی توطین بکنید وطن بکنید تو نفستون صبر رو، صبر براتون ملکه بشه. و وطن انفسکم على الصبر توجروا انما یوفى الصابرون، خداوند به صابرون اجر وفا میکند اونا. تو جلو شما در اینجا به اجر میرسید. این کلامی است که حضرت یوسف، حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید. حالا من که این نکته ای رو به شما عرض میکنم، من دیروز گفتم صبر 10 مرتبه داره، درسته؟ اون 4 مرتبه اول رو گفتم مال متوسطینه، یعنی مال ماهاست، مال حضرت علی نیست، مال حضرت زهرا نیست، مال ائمه نیست، مال اولیاء الله نیست. اون 4 تا مال ماست، مال کودکستانی هاست، مال دبستانی هاست، مال مبتدئین است، مال متوسطین است. اون 4 تا چی بود؟ صبر در برابر معصیت، یعنی صبر در برابر استیلای شهوت، استیلای قدرت که انسان رو سیاه میکنه. این خیلی مهمه دیگه. خب این صبر اول بود. صبر دوم چی بود؟ صبر در برابر اطاعات و عبادات، که نتیجه صبر در برابر معصیت تقواست، نتیجه صبر در برابر عبادات و اطاعات عبارت است از اشتیاق و شوق به خدا. و سوم صبر در برابر مصائب و مصیبت ها، صبر در برابر مصائب و مصیبت ها هم صبر سوم بود، و صبر در برابر راحتی ها و خوشی ها. خب من از شما سوال میکنم، این 4 تا صبر، یعنی الان شما روزه که میگیرید دارید صبوری میکنید، یعنی چی صبوری میکنید؟ یعنی یه چیزی براتون مکروهه. صبر یعنی استقامت من در برابر اون امر مکروه. یه امر مکروهی وجود داره، شما دوستش نداری اما صبوری میکنید. شما چی رو دوست نداری؟ غذا نخوردن را دوست نداری، نیاشامیدن را دوست نداری، مرتب به سمت یخچال نرفتن را دوست نداری، و امور دیگر رو دوست نداریم. ما کراهت داریم دیگه، در برابر این صبر رو میکنیم، درسته؟ درسته یا نه؟ پس بنابراین صبر در برابر معصیت، صبر در برابر اطاعت و عبادت، صبر در برابر مصائب، به خاطر این است که معرفت ما ناقص است. این دو عرفا به ما آموزش، معرفت ما نسبت به معصیت ناقص است. که ما معصیت رو، یعنی چی صبر در برابر معصیت؟ یعنی نفس من این معصیت رو دوست داره و معصیت نکردن را من کراهت دارم، یعنی نمیتونم این معصیت رو انجام ندم. توجه بفرمایید، معصیت یعنی آدم راحت حرف بزنه، راحت دروغ بگه، راحت خدای نخواسته غیبت بکنه، یا حتی معاصی دیگه که عصیان‌هایی در وجود ما هست، نکردن اینها برای ما یه خورده سخته دیگه، و ما صبوری میکنیم. یه خودتو نگه دار، یه خودتو نگه دار. خواهش میکنم توی این مجلسی که نشستی، برای یک بار فیده تو عمرت توی این مجلس غیبت نکن، همینجوری که نشستی بگی خودتو متوقف کن. این صبوریه دیگه، یعنی که اینجا که نشستی میبینی همه خانوما دارن غیبت میکنن، همه آقایون هم دارن غیبت میکنن، شما دیدی تو بعضی از مجالس ساکت بشید از بالا نگاه کنید چه خبره. بعد وقتی که دارن اینا غیبت میکنن، شما به تحریک میشی راجع به عروس فلانی بگی. این تحریک میشی نکردن این کار، یه خورده برات که میگه بذار بگم دیگه، بس خدا مطرح کنم دیگه اینجا دیگه، اون نکردنش برات کراهت داره. حالا عرفا به ما چی میگن؟ ائمه به ما چی میگن؟ اگر من به اون جوهر معصیت، به اون کنه معصیت آگاه باشم، اصلا دیگه صبوری معنا نداره. من خود به خود از معصیت کناره گیری میکنم. توجه بفرمایید، میگن در زمان رضا خان یه شخصی رو گرفته بودن تو زندان. این آدم از کنم که یاغی بود، یاغی برای حکومت بود، اما یه آدم ساده‌ای بود، و این عرض میکنم که اعتقادات به امام ائمه و شیعه بودش. بعد این درمون زندان به این گفتش که احمد آقا، مثلا اسمش احمد بود، گفت احمد آقا شما که اعتقاد دارید این امام‌های شما معصومن، معصوم یعنی این که اینها گناه نمی کنن، اما یه معنای معصوم یعنی این که علاوه بر این که گناه نمی کنن، فکر گناه هم نمی کنن. خب مگه میشه آدم فکر گناه نکنه؟ این از این زندان، درگون از این زندانی سوال کرد. خیلی معذرت میخوام، معذرت میخوام از شما. این احمد آقا با اون حالت لاتیش و یاغیش گفتش که ببین تو این تاپاله گاو دیدی؟ خب بله. خب تا حالا فکر کردی اون تاپاله گاو رو بخوری؟ خب نه. خب امام همینطور معصیت را میبینن، یعنی روح غیبت رو میبینه که این داره گوشت برادر مؤمنش رو میخوره. خب دیگه اینجا صبوری نداره که بگم من اینو دوست دارم حالا صبوری کنم، نه.
علت این که صبر در برابر معصیت مال مبتدعینه برای اینکه دریافتشون ناقص است. اگر ما بدانیم که توی روزه، یعنی من که نمیدونم، من دارم حرف اون عشاق رو برای شما مطرح میدارم، اگر انسان بداند که اون صورت ملکوتی روزه چی هست، دیگه اینطوری نیستش که یه ساعتش رو نگاه کنه و بگه که اصلا که کی میشه که من افطار بکنم، یا اینکه مثلا یواش یواش دهون که بشه به هم میفته زود تموم میشه. چرا ما این رو میگیم؟ برای اینکه درک ما ناقصه، ما نمیدونیم تو روح این عبادت چیه. اما یه شخصی مثل سید ابن طاووس که میداند و میبیند روح عبادت را، دیگه این دیگه صبوری در برابر عبادت معنا نداره. این دیگه نصف شب هم بلند میشه و هر موقع که زمان تکلیفش که میرسه، اون روزی که تکلیف شده بوده مثلا روز سوم شهریور، این به سن 16 سالگی رسیده، اون روز سوم شهریور جشن تکلیف گرفته. یعنی جشنی هست برای من که من دو مرتبه متولد میشم، خدا منو خطاب قرار میده یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. بعد شهریور سال دیگه سومش باز جشن میگرفته سید ابن طاووس. هر سال مثل جشن تولد که ما میگیریم، اون برای خودش جشن تکلیف میگرفته. ما میگیم تکلیف سخته. نمازش اول وقت میگه آقا حالا بیا افطار بکنم، نه نماز، الله اکبر نماز، نمازش هم که تموم شه بعد میگه که ببین من نماز خوندم راحت شم، راحت شم، بعد دیگه راحت بشم من میتونم فیلم سینمایی رو نگاه کنم، من راحت شم. چرا ما این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه نماز را بر خود کلفت میدانیم، یعنی سختی، تکلیف و سختی میدانیم. چرا سختی میدانیم؟ برای اینکه نماز را نمیبینیم، برای اینکه ما چشم ملکوتی نداریم. کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض، ما نمیتونیم اون روح را ببینیم. اگه ببینیم هر لحظه خوشا آنان که الله یارشون، خوشا آنان که دائم در نماز هست، که اون میگه اون دائم دیگه در نماز هست. برابر این چهار تا صبر مال مبتدعینه. پس اگر ما میگیم علی علیه السلام صبوری میکنه، صبر در برابر معصیت داره؟ نه. صبر در برابر مصیبت داره؟ نه. اون اصلا مصیبت رو حضرت زینب وقتی که در برابر ابن زیاد قرار میگیره میگه حالت چطوره زینب؟ زینب میگه ما رأیت الا جمیلا، من چیزی ندیدم جز زیبایی. کسی که چند نفر، شاید 27 نفر از نزدیکانش رو جلوی چشمش کشتن، حالا من عدد رو شاید اشتباه بکنم، ولی به هر حال برادرانش، برادرزادگانش، فرزندان خودش رو در مقابل چشم سر بریدن، حضرت زینب میگه ما رأیت الا جمیلا. این حرف تعارف نیست، واقعا زینب جمیل را میبیند که میگه من جمیل را میبینم. ولی ما یک کوچکترین بادی به ما میخوره ها، میریم شکایت از خدا تو خلق رو میکنیم، که خود این شکایت از خدا توی خلق منافات با مسئله سر داره. شکایت از خدا به خدا نه ها، شما میتونی از خدا شکایت بکنید به خودت. بله، خیلی از انبیا شکایت میکردن، در قرآن هست که میگه من اشکو در روایات هم هست، در دعا هم هست، من شکایت میکنم. شکایت میکنه به خود حق و به حقیقت، اما شکایت از خدا به خلق اون منافات با مقام صبر دارد. اونجا صبر علی و زهرا و حسن و حسین و این پاکان صبر لله هست، صبر لله هست، صبر علی الله هست، صبر فی الله هست، صبر معلله هست، صبر عن الله هست، که دیروز عرض کردم میگه صبر تو علا عذابه فکیف اصبر و علا فرابه. خب حالا نگاه به این روایت هم نگاه کنیم. روی امن شاق و من المحبین، یک جوانی از کسانی که جز عشاق خدا بود، سأل شبلی عن صبر، از شبلی سوال کرد. شبلی میدونید که شبلی یکی از عرفا بوده که این آمد عرض کنم که گندم خرید، شبلی گندم خرید و این بار گندم رو برداشت آورد به کولش، اومد 4 فرسخ یا 14 فرسخ اومد به خونه خودش، بار گندمی که خالی کرد دید توی این گندم ها یه مورچه داره وور میخوره. گفت ای وای بر من، من یک مورچه رو از خونک میخانمان کردم. مورچه رو یواشکی گرفت گذاشت لای انبان گندم، تو دوشش گرفت 14 فرسخ یا 4 فرسخ برگشت در دوکان گندم فروشی، مورچه رو رها کرد. این تربیت شده مکتب عرفانه، این شبلی. میفهمید که روی هم نشاق و ملن محبین سهل از شبلی، سهل کرد از شبلی ان صبر، فقالا اگه صبر اشد، اون صبری که شدیدترین خدا دوست داره کدومه؟ شبلی گفت از صبر لله، صبری که برای خدا باشه. دیگه این صبرهایی که ما میکنیم برای خدا نیست، برای خودمونه، چون ما دور خودمون داریم میچرد. فقال لا، اون جوان عاشق گفت نه. فقال از صبر بالله، صبری که به سبب خدا باشه. فقال لا، فقال الصبر علی الله،
صبری که انسان مشاهده میکند جمال خدا را، اسماء و صفات خدا را، حالا تأمل نداره، قلبش داره اضمحلال پیدا میکنه، باید صبوری بکند. از صبر و علی الله، فقال لا، فقال از صبر و فلاح، صبر فلاح دیگه، فقال لا، فقال از صبر، یعنی جواب داشتیم، از صبر و معلا، فقال لا، فقال ویحک، فعی و وای بر تو، پس کدوم این صبری که بالاترین صبر هاست؟ فقال از صبر و عن الله، صبر از خدا، صبر از خدا یعنی صبری که انسان دچار فراق شده است، خدا بهش گفته برگرد خلق و بیاد، دچار فراق شده است. فشهق شبلی، شبلی یک سیلی زد، فخر و مقشیگن یا مقشیگن علی قش کرد، شبلی قش کرد و افتاد. خب حالا از مولانا با بخوانیم، مولانا یه داستانی نقل میکنه خیلی قشنگه، خوب دقت بکنید، صبر در برابر تلخی ها و مصائب. میگه که یک خواجه ای بود که غلام او لقمان بود، اسم غلامش لقمان بود، یا آخری لقمان حکیم چیز بود، نوکر بود، چند تا نوکر داشت، این لقمان رو خیلی دوست داشت، هر چیزی که میخواست بخور خواجه اول میگفت برید لقمان رو بگید بیا، یه مقدار از این غذا رو میداد به لقمان بود، اول لقمان میخورد بعد اون میخورد، خیلی عاشق لقمان بود، خیلی لقمانم خب در دربار او، در پیشگاه او، این همه نعمت از این خواجه دیده بود و شاکر خاطر بود خواجه. حالا نگاه کنید شعر رو، خربوزه آورده بودن ارمغان، خربوزه آوردن توی مجلس، آوردن از دهاتا را افتادن، از دهاتای مشهد یه چند خربوزه مشهدی، خدا قسمت کنه تو مارمزون، بله اینا آوردن و عرض کنم که خدمت آقای خواجه، گفت روف فرزند لقمان را بخوان، گفت برید لقمان رو بگید بیاد، چون برید و داد او را یک گرین، یه دونه قاش از این خربوزه برید داد دست لقمان، لقمان خورد نرک میبود چقدر، حالا دهن شما ما میفته، همچین این خربوزه مشهدی رو خورد و خیلی با بلع همچو شکر خوردش و چون انگرد، بس که داره شکر بود، از خوشی که خورد داد او را دوم، وقتی که دیدی خیلی خوب میخوره گفت بذار یه قاش دیگه بشکنم، یه قاش دیگه به این داد، تا رسید آن کرچ ها تا هفته هم 17 تا قاچ، 18 تا قاچ شده بود این خربوزه، 17 تا شده داد به این آقای لقمان خورد، لقمان هم هی میخورد و همچین مثل که باز میخواست یه قاش دیگه بخورد، یه قاش یه قاش یه قاچ، تا رسید آن کرچ ها تا هفته هم، ما آن کرچ یه نظر دیگه باقی بود، این خواجه گفت این چقدر خوب میخوره بذار منم بخورم ببینم چه مزه ای، مام کچی گفت این را من خورم تا چه شیرین، خربزه است این بنگرم چقدر شیرینه که این به خوبی میخوره، او چنین خوش میخورد که از ذوق او، همچه قشنگ میخورد از ذوق او، طبها شد مشتهی و لقمه جو، بعضی خیلی خوب غذا میخورن، آدم وقتی نگاهشون میکنه ها خود آدم اشتها پیدا میکنه، ولی بعد یا قد بد غذا میکنه، وقتی که خورد این خوش وای دید که این چی است، این حنظر تلخ چقدر تلخ، چون بخورد از تلخیش آتش فرو، هم زبان کرد آبله، زبانش تابر زد، هم هر سوخت، ساعتی بی خود شد از تلخی آن، بعد از آن گفتش که ای جان جهان، به این نوکرش گفت آخه ای جون من، نوش چون کردی تو چندین زهر را، چجوری این زهر را خوردی، لطف چون انگاشتی این قهر را، چگونه تحمل کردی، گفتی این قهر این لطف است، این چه صبر است، این صبوری از چه روز، یا مگر پیش تو این جانت عدوز، این چه صبری مگر که دشمن جونتی، چون نیاوردی به حیلت حجتی، چرا برای چاره جویی خودت یه دلیل نیاوردی، که مرا عذریست بس کن ساعتی، گفت من از دست نعمت بخش تو خورده‌ام چندان که از شرمم دوتو، چقدر به من خوبی کردی، چقدر به من دادی خوردم، خب حالا یه دونم تلخ بوده توش، چرا من باید بگم تلخ هست، شرمم آمد که یکی تلخ از کفت من ننوشم، شرمم آمد که یکی تلخ از کفت من ننوشم، بله خورده هم چندان که از شرمم دوتو، شرمم آمد که یکی تلخ از کفت من ننوشم، ای تو صاحب معرفت، چون همه اجزام از انعام تو، همه اجزای وجود من از انعام توست، رسته اند و غرق دانه و دام تو، تمام نعمتهای تو وجود من را گرفته، گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد، خاک صد ره بر سر اجزام با، لذت دست شکر بخشت بداشت،
هم در این بتیخ، یعنی در این خربوزه، بتیخ یعنی خربوزه، تلخی کی گذاشت؟ از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مسه ها زرین شود، از محبت دورده ها صافی شود. تای شراب، اون شیشه شراب، اون تهنشین میشه، اون تر، اون لرتو میگن دورد. از محبت دورده ها صافی شود، از محبت درد ها شافی شود، از محبت مرده زنده میکنند، از محبت شاه بنده میکنند. این محبت هم نتیجه دانش است. مولانا میگه عشق هم باید نتیجه دانش باشه. عشق کورکورانه نمیتونه بگه من در نگاه اول عاشقت شدم. دلی دار پیکار نگاه اول چیه؟ عشق باید با معرفت باشه، با شناخت باشه. این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشست؟ آدم چجوری میتونه گزافه کنه و بدونی که کسی رو بشناسه بگه من عاشقت شدم؟ دانش ناقص کجا این عشق زاد؟ دانش ناقص چجوری میتونه عشق ایجاد بکنه؟ عشق زاویت ناقص اما بر جمال. معرفت ناقص عشق ایجاد میکند اما بر جمال، نه بر انسان، نه بر زی شعور، نه بر کسی که حیات داره. خب بنابراین خانم آقای توجه کنید، من نتیجه گیرم بحثمو بکنم. ما راجع به دعای شرح دعای مکارم الاخلاق، راجع به عمل صالح، مصداق عمل صالح چیه؟ بالاترین مصداق عمل صالح، ریشه تمام صالحات صبوری است. اگر انسان صبر نداشته باشد، ایمان ندارد که نتیجه او عمل صالح باشد. خب از بین تمام مصادیق دو تا دیگر رو انتخاب کردم، یکی صلات و دیگری زکات. این زکات هم چون کامپیوتر من نمیتونست تیگر بزنه، من اینطوری نوشتم و ایلا باید با تای گرد باشه، نگید که اشتباه شد. صلات و زکات، شما در قرآن مرتبا میبینید صلات و زکات. ببینید گفتن اصلا انبیا برای چه اومدن؟ انبیا اومدن چیکار کنن؟ اصلا خلاصه تمام تعالیم انبیا در دو تا کلمه خلاصه میشه، یکی التعظیم علی الله یا علی امر الله، دوم الشفقت علی خلق الله. یکی تعظیم در برابر حقیقت و امر الهی و دیگری شفقت و محبت و عشق و احسان نسبت به خلق. اصلا عرفا میگن راه خدا از طریق خلق عبور میکنن. اگر خلق از تو راضی بودند، خدا از تو راضی است. راه خدا از میان خلق عبور میکنن. به این دلیل مرتبا خلاصه تمام اعمال صالح خلاصه میشود در نماز و خلاصه میشود در زکات. و این همه در قرآن راجع به نماز و زکات سخن گفته شده است. حالا من آیهشو آوردم خدمتتون. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، خب این که معلومه کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. بلا فاصله بعدش خداوند ذکر خاص بعد از آن میکنه، میگه و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة. ببین بعد از عمل صالح میگه اینا نماز. بعضیا فکر میکنن میگن پس معلوم میشه اقامه صلات غیر از عمل صالح، چون خدا میگه این بعد از این امر و عمل الصالحات و اقام الصلاه. نه، اینو میگن ذکر خاص بعد از آن. مثل اینکه شما به یه نفر میگید که یه به یه نفر زنگ میزنید میگید فردا خانواده شما همه مهمان افطار منزل ما هستن، تشریف بیارید. بعد میگه خانم بزرگم بیاد. این خانم بزرگ جز اون خانواده نیست. چرا شما میگی خانم بزرگم بیاد؟ برای اینکه خانم بزرگو خیلی دوستش داره، میخوای ذکر خاص بعد از عام بکنید. توجه فرمودید؟ خداوند در قرآن میگه به پدر و مادر خودتون احسان بکنید. حالا بعد راجع به پدر و مادر صحبت کنه، یهو راجع به مادر صحبت کنه، زحمات مادر، سختی های مادر، اینو میگن ذکر خاص بعد از عام. یعنی تو والدین مادر خاصه، پدر خاص نیست. متاسفانه همه وجوده، من این حرف نمیزنم که خانم خوششون بیاد، ولی واقعیت رو دارم عرض میکنم، همه وجود انسان از مادر. یعنی از اون لحظه ای که این نطفه او منعقد میشه در رحم مادر، با وجود مادر، وقتی که مادر این بار رو بر زمین میذاره، هر حمالی که بارش رو بر زمین میذاره راحت میشه. مادر وقتی بارش رو بر زمین گذاشت، تازه سختی هاش شروع میشه تا آخر. حالا آقا سیده، میگه نه 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 این خانم سیده. چرا؟ برای که باباش سید نبوده، مامانش سیده. ریشه سادات، اصلا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ریشه همه ایناست. حالا شما میگید که از خانم مثلا، یا اصلا همش میگه اصلا اصلش و این باباشه، اصلا اصل من بابامه، مامانم نیست، مادرم نیست. با حالا اینکه مادر همه هستی انسان از اون مادرش، و به همین دلیل پیغمبر میفرماید که جنت تحت اقدام امهات. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اجر اونها نزد خداست. اینها نه خوف دارن و نه اندوه دارن. من در مورد صلوات و نماز قبلا صحبت کردم. خوب توجه داشته باشید. این که من میگم تعظیم علی امر الله، بزرگترین تعظیم نسبت به امر الله اقامه صلوات است. در قرآن چند تا مطلب راجع به صلوات مطرح شده. یکی اقامه صلوات، یکی محافظت بر صلوات، یکی دوام بر صلوات و یکی صبر بر صلوات. اینا در قرآن مطرح شده. یکی خشوع در صلوات. اینا چیزایی است که تو نماز خیلی مهمه. خب اولین مطلبی که اینجا وجود داره، این صلواتی که اینجا گفته میشه به چه معناست؟ صلوات یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی. در معنای لغوی قبل از اینکه پیغمبر بیاد اصلا تو عربا میگفتن صلوات یا نمیگفتن؟ میگفتن. اما صلوات به معنای دعا بود. در قرآن میگه خذ من اموالهم صدقه، از اینها صدقه را بگیر. این صدقه به معنای مالیاته. در قرآن هر جا صدقه میاد یعنی مالیاتشون از اونها بگیر. به پیغمبر میگه برو از اینا مالیاتشون بگیر. خود من اموالهم صدقه، از اینها صدقه شون بگیر. تو تطهرهم و تزکیهم، تطهیر میشن، تزکیه میشن. بعد میگه و صل علیهم. به پیغمبر میگه بر اونها دعا کن. صله یه معنیش یعنی نماز بخون، اما صله یعنی دعا. توجه فرمودید؟ مثلا شما روایتی داریم میگه صلوا خلف کل فاسق و عادل، پشت سر هر فاسقی و عادلی صله. یعنی پشت سر هر آدم فاسقی و عادل، دو جور میشه اینو ترجمه کرد. پشت سر هر آدم فاسقی و پشت سر هر آدم عادلی نماز بخون. نه، پشت سر هر آدم عادلی و فاسقی دعا کن. یه معنای صلات در قرآن به معنای دعا هست. اما یه معنای دیگه صلات هم به معنای امر پیوسته است. امری که پشت سر هم بیاد در قرآن مطرح شده. امری که پشت سر هم بیاد میگن صلات. یه معنای دیگه صلات هم در قرآن، اینا رو واضح نمی‌کنم واژگانشو چون وقت گرفته میشه، به معنای رهایی از آتشه. یعنی اصلا خود صلات یعنی رهایی از آتش، انسان رها میشه از آتش. و اما در معنای اصطلاحی شرعی، یعنی وقتی که پیغمبر میاد میگه نماز اقامه کنید، نماز یه اعمالیه که ما انجام میدیم. اول اون تکبیرت الاحرام است، یعنی پشت سر انداختن هر کس و هر چیز و مواجه شدن اینی و جهد و وجه الله با وجه الله. اولش تکبیرت الاحرام است و آخرش رسیدن به حقیقت تسلیم و رضای در برابر خداوند است که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانم پسندد. مسلماً همه خانم‌ها و آقایون، که نه اکثر خانم‌ها و آقایون از من شنیدن که مقصود خدا در قرآن خواندن نماز نیست. من نمی‌خوام بگم نماز نخونید، ولی مقصود نماز این نمازی نیست که ما داریم میخونیم. این یک ظاهری از نماز است. این هم نماز است و هم نماز نیست. هم نماز هم نماز است. ببینید الان عکس منو یه کسی الان یه آقای علی آقا عکس منو بنده در ایمان میده. خب بعد به شما بگم این کوپایه هست یا نیست. شما قسم میخورید میگید این کوپایه است و قسم میخورید میگید این کوپایه نیست. کوپایه است. این عکس منو دانش اون کوپایه نیست، ولی کوپایه جدیش از کوپایه اون، این اون نیست. این نماز من نماز هست، اما نماز نیست. اون نمازی رو که خدا میخواد یه جوری داره نشون میده، ولی اون نماز نیست. نمازی که قربان کل تقی نیست، نمازی که معراج مؤمنه نیست. اون نماز چیه؟ در قرآن میگه باید اقامه بشه. اقامه که در قرآن گفته میشه یعنی برپایی. شما چه زمانی برپا میکنید چیزی رو؟ مثلا عروسی رو برپا میکنید، تمام اجزای عروسی باید زنده بشه تا ما اینو برپا کردیم. حالا نماز رو شما میخواید برپا بکنید. چگونه انسان نماز را برپا میکنه؟ برپایی و اقامه نماز رو بنده باورش کردم. شما در نماز یک ما قرب میگیم اولش که نماز میخواید بخونید، همین نماز خوندن که میگید سر کرد نماز، نمیگید میخونید. هیچ وقت اون تو نماز نمیگید سر کرد نماز، اول میخوانم برای قرب به حق. نیتتون این است که من دارم نماز را ادا میکنم، یعنی نماز را به جا میآورم. به جا با خوندن فرق داره. من نماز را به جا میآورم که ما به جا نمیاریم، ما به جا میآوریم. قربتن الله، قرب یعنی نزدیکی به خدا. و معنای این قرب، قرب زمانی و مکانی نیست، قرب صفتی است. یعنی من شبیه او بشم، یعنی من بشم رحمان، بشم رحیم، بشم ستار، بشم علیم، بشم حکیم. هر مقدار رحمت من بیشتر به خدای رحیم نزدیکتر، هر چیز آگاهی من بیشتر به خدای علیم نزدیکتر. این معنای قربه.
درست شد؟ خب حالا این قربی که گفته میشه ما نماز را اقامه میکنیم برای قرب به خداوند، اما این قرب قربی نیستش که فقط تو سه رکعت نماز مغرب خوندن تحصیل بشه. این نماز باید اقامه بشه، بیاد توی زندگی من اقامه بشه، یعنی توی دفتر کار من نماز اقامه بشه، تو روابطم با خانوادم نماز اقامه بشه، توی بیزینسم نماز اقامه بشه، تو تمام زندگی من این نماز باید اقامه بشه. یعنی اینطوری نیستش که نماز تموم شد جانماز بستم گذاشتم کنار، باید این نماز رو بکشم از نماز صبح آثارش رو بیارم، بگم من گفتم الرحمن الرحیم، باید رحمان و رحیم باشم، رحمان و رحیم باشم تا ظهر، باز ظهر دو مرتبه برم، باز دو مرتبه تمرین میکنم، مدیتیشن میکنم برای اینکه باز اینو بکشم اقامش بکنم. این میشود اقامه، اقامه که ما میکشونیم و میاریم جلو. ببین این همینطور اقامه میشه. پیغمبر اکرم فرمود که در کنار خانه هر کسی یک چشمه خدا قرار داده که روزی پنج بار میره در اون چشمه غسل میکنه و میاد بیرون. اون پنج باری که صبح، یکی ظهر، یکی عصر، یکی مغرب، یکی عشا. این اقامه نمازه. به این دلیل خداوند در وسط طلاق راجع به نماز صحبت. این اقامه نماز است. خب این اقامه وقتی که گفته میشه آدم باید قرب، میگه قربت الله دیگه، یعنی باید حضور داشته باشه، حضور قلب در نماز، یعنی باید این به اون قرب برسد. اما ما دو جور قرب داریم، یک قرب استحقاقی و لیاقتی داریم، یعنی قرب بالقوه، یکی قرب بالفعل. متوجه میشید قرب بالقوه و بالفعل؟ ببینید من الان اینجا نشستم عرض میکنم خدمتتون که دارم یه چیزی رو میخورم، دارم یه چیزی رو میخورم که برام ضرر داره، اما ضرر این الان برای من هیچ مشخص نیست، ضرر بالقوه است، یعنی من دارم بالقوه این ضرر رو تحصیل میکنم. به یه نفر سرما خورده، من اینجا دستشو میگیرم، صورتشو میبوسم، اون سرما خورده، منم داره به من منتقل میشه اما من متوجه نمیشم، من اینجا دارم مریض میشم اما مریض بالقوه. چی میفهمم که چه خطایی کردم؟ زمانی که نیمه شب دارم میلرزم زیر پتو و میگم من سرما خوردم، از اون آدم سرما خوردم، اونجا اون مرض بالقوه تبدیل به فکر. ما دو نوع قرب داریم، یک قرب بالقوه، یک قرب بالقوه رو تو رفتارهامون کسب میکنیم، یعنی وقتی دروغ نمیگیم داریم قرب پیدا میکنیم، وقتی غیبت نمیکنیم داریم قرب پیدا میکنیم، وقتی که امانت داری میکنیم داریم قرب پیدا میکنیم. ما این قرب در نماز تبدیل میشه به فکر، احساس حضور قلب میکنیم. روزی شما نماز خوب میکنی که اون روز آدم خوبی بود، وقتی که نماز خوب خوندی اون نماز خوب باز دو مرتبه قرب بالفعل در قلب عرض کنم که بالقوه شما تاثیر میذاره، همینطور میشه از صلوات و معراج. یکی این در قرآن مطرح میشه اقامه، یکی محافظت بر نماز. خداوند مگه نمیگه حافظ و علی الصلوات؟ مگه نیست در قرآن داریم دیگه؟ درسته آقا، حافظ و علی الصلوات، محافظت بر نماز. واسه اینکه محافظت بر نماز یعنی چی؟ آها الان دارن اذان میگن محافظت بر نماز، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، شو رکوع و سجود و اینا تموم بشه بره، این محافظت. نماز عصر هم بخونم، نماز مغرب هم بخونم، نماز عشا رو بخونم، این محافظت است. معنیش نیست، این درسته، اما این باز دو مرتبه این همون اولیه که من گفتم. محافظت از باب مفاعله است. مفاعله در زبان عربی طرفه ای نیست، یعنی وقتی من میگم محافظت میکنم یعنی هم شما از من محافظت بکنید، هم از شما محافظت، مثل مکاتبه، هم من مینویسم هم شما مینویسید. محافظت یعنی هم از نماز محافظت کن، هم نماز از تو محافظت، نماز هم از تو محافظت. چجوری نماز از من محافظت میکنه؟ چجوری من از نماز محافظت کنم؟ تمام عهدهایی که تو نماز وجود داره توی روز من باید ازش محافظت بکنم، اینا همینطور باید محافظت بشه. صبر حد بر طاعت همینجاست دیگه، باید محافظت بشه تا این تأثیر خودشو بذاره. سومین چیزی که تو قرآن مطرح میشه دوام بر نماز است، مداومت بر نماز هستش، به شما دائما نماز بخونید. الذين هم في صلاتهم دائمون، یعنی چی دائم نماز بخونیم؟ تو سفر اتوبوس نماز بخونیم، تو اتوبوس نماز بخونیم، تو دریا نماز بخونیم، در حال راه رفتن نماز بخونیم؟ نه، یعنی همون، یعنی اثر نماز رو بکشی بیاری توی زندگی خودت. اینه که میگن این نماز ستون دینه، اینه که میگن این نماز میتونه یه جامعه رو نجات بده. و الا خوندن نماز همون که عرض کردم فقط عکس فلانیه، عکس علی آقاست، اما این علی آقا نیست، علی آقا اونجا نشسته، علی آقا شخص دیگه است، این عکس، ما هم عکس اون رو داریم انجام میدیم، ما دنبال عکسه داریم میدوییم نه دنبال مرغه. مرغ اون بالا است، ما این عکس مرغ افتاده اینجا دنبال این عکسه داریم میدوییم. نه، باید این رو آیه قرار بدیم بر اون مرغ تا اون مرغ را شکار کنه. و من همیشه این دعا رو خیلی دوست دارم و درسته برای بعضی از دوستان تکراریه، ولی دو مرتبه میخونم.
امام سجاد در دعای ابو حمزه سومالی که در سحرها میخونه میگه اللهم انی کل ما قد تهیعت و تعبعت و قمت للصلاه بین یدی و ناجیت که هر موقع من خواستم حضور قلب پیدا کنم و بیام با تو صحبت بکنم علقیت علی نعاسم، یه چرتی منو میگیره، یه کسالتی منو میگیره، قلبم یه جوری میشه، نمیتونم با تو حرف بزنم، میخوام با تو مناجات بکنم. اذا انا صلیت، زمانی که من میخوام نماز بکنم، صلبتی مناجاتک، مناجات تو از من سلب میشه. اذا انا ناجیت، بعد خلاصه هر موقع به خودم گفتم که حال من داره خوب میشه، من توبه میکنم، بلافاصله میبینم یه حالی ایجاد میشه بین من و بین اون خدمتی که میخوام انجام بدم، یعنی من هی توفیق رو از دست میدم و توفیق رو از دست میدم. حالا من امام سجاد مراجعه بفهمید اینو سریع میگم، علت ها رو برام ذکر میکنه که چرا شما حضور قلبت از دست میدید. میگه اول علک رایتنی مستخفا بحقه، خدا یا این گوش منو تو داری میگیری فشار میدی، منو داری مجازات میکنی، قلب منو داری فشار میدی برای اینکه من بفهمم چرا حضور قلبمو از دست دادم. لعلک رایتنی مستخفا بحقه، شاید تو دیدی من حق تو رو کوچک شمردم، گفتی بذار ادبش بکنم بیا به سمت من، فرزیدم. او لعلک رایتنی معرضا عنك، شاید تو دیدی من از تو اعراض میکنم، از تو دوری میکنم، اینکه حضور قلب از من گرفتی، فقلیتنی. او لعلک وجدتنی فی مقام الکاظمین فرفستنی، خدایا شاید دیدی که من در مقام کاظمین هستم، یعنی دروغم، کاظم یعنی دروغ، نه دروغگو، بعضی دروغگو هم، بعضی خودشون دروغ هم، یعنی اینا این من دیدی که خدایا دیدی من دروغ هم، هرچی نشون میدم دروغ هم، گفتی اینو از درگاه خودم دور بکنم. او لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائی، در دعای ابو حمزه میگه میگه علت اینکه حضور قلبم تو نماز از دست دادم، نمازام از بین رفته به خاطر اینکه من شکرگزار نعمتهای تو نیستم، فحرمتنی، منو محرومم کردی. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء، شاید دیدی من از مجلس آدمهای آگاه، آدمهای خوب، من دور شدم، رفتم توی مجالسی که نشستیم، حالا مجلس ذکرم هست تو همین شهر تشکیل میشه، مجلسی خانم‌ها تشکیل میدن به نام مجلس ذکر جمع میشن، شما نگاه میکنید از اول مجلس تا آخر مجلس هر کی که هست غیبت و گناه، اسمش هم بذارن مجلس ذکر. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فغزرتنی، او لعلک رأیتنی فی الغافلین، شاید منو در بین آدمهای غافل دیدی، فمن رحمتک آیستنی، او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین، شاید من دیدی که من دوست دارم تو مجلس آدم های بطال شرکت کنم، آدم هایی که باطل بود و بینی و بینه هم خلویتنی، او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی، شاید به خاطر این است که تو نمیخوای اصلا صدای من و دعای من رو بشنوی، فباعدتنی، او لعلک به جرمی و جریرتی کافیتنی، شاید خواستی به خاطر جرم و جنایتی که کردم من مکافات بکنی، او لعلک به قلت حیایی، شاید من حیام کم شده بوده جازایی کردی، منو مجازات کردی. آخرش میگه دواش حالا من بهتون نشون میدم، دواش میدونی چیه؟ دوای همه این دردها رو امام سجاد میگه، تمام این دردها این است که در پناه لطف حق باید بری، فان عفوت یا رب، اگه تو من عفو بکنی این که میتونه درمان دردهای من باشه، و الا من چگونه میتونم این روحیاتم رو تغییر بدم؟ این صلات مقاومت بر چی مثلا مداومت بر نماز، محافظت بر نماز و صبر بر نماز هم داریم، در قرآن میگه که در برابر نماز صبوری کن. خب این دو تا از مصادیق عمل صالح، پس چی رو گفتیم؟ یکی از مصادیق عمل صالح توصیه به حق و توصیه به صبر، دوم صلات و زکات، سوم میگم سریع احسان و گسترش مهر. در قرآن بالاترین عمل صالح احسانه، و مخصوصا احسانه به پدر و مادر، خدمت به پدر و مادر، بزرگترین نعمت برای انسان پدر و مادره، و خصوصا مادر که ما از وجودش محرومیم، یعنی بنده از وجودش محرومیم، اونایی که دارن قدرش رو بدونن. احسان به پدر و مادر، که من در مورد احسان به پدر و مادر حضرت عیسی در گهواره میگه که عرض کنم که انی عبدالله جعلنی نبی، یا به من کتاب داده شده، بعد میگه که اوصانی به صلات و زکات، به من وصیت شده، توصیه شده به صلات و زکات، ما دوم تا حیا، تا زمانی که زنده باشم باید این دوتا رو انجام بدم، و برن به والدتی، و اینی که به مادر خودم خدمت کنم، و یجعلنی جبارا شقیا، خدا منو جبار شقی قرار نده، یعنی اگه کسی به مادرش بیمهری کنه اون جبار شقی هست.
این هم سه تا. از کلیه مصداق عمل سالم من سه تاشو تو قرآن دارم، خیلی چیزای دیگه است. یکی توصیه به صبر و توصیه به حق، صلوات و زکات و احسان و گسترش مهر. بحث آخری که در اینجا وجود داره، عمل سالم چه آثاری داره. اینها رو هم من فهرستوار برای خانم آقایون گفتم، دیگه خیلی من دیگه تو این بحث موندم، اصلا من عادت هم موندن تو بحث ها هستش که اینقدر بعد من مطلب خشخاش بذارم تا اینکه فقط در همون خط اول، البته خط اول نیست، خط های دیگر است. من چند تا دعا میکنم از مسندی، نگاه کنید، بیارید علی آقا اون قسمت آخر دعا رو که مولانا به ما یاد بده چجوری دعا بکنیم. یا قیاس المستغیثین اهدنا، این دعای مولانا. ای پناه بی پناهان، قوس یعنی پناه. یا قیاس المستغیثین، مستغیث یعنی کسی که تقاضای پناهندگی میکنه. یا قیاس المستغیثین اهدنا لافتخار بالعلوم والغنا، ما افتخاری به این علممون و ثروتمون نداریم، همه اینا بادن از بین میرن. لا تزغ قلبا هدیت بالکرم، ببینید آیات قرآن چه قشنگی آورده. چی آیهش بخونید؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا قلب ما رو دچار ضیق، دچار انحراف نکن. لا تزغ قلبا هدیت بالکرم، خدایا قلب من رو دچار ضیق نکن، اون قلبی رو که هدایتش کردی با کرمش. وصف سوء الذی خط القلم، خدایا تمام بدی هایی که تقدیر شده به قلب من، به وجود من برگرده، از ما برگردان. این همه دعاست، شما اینا رو میتونید تو قنوتتون هم بخونید. دعا بگذران از جان ما سوء القضا، خدایا سوء قضا رو از جان ما بردار. وا مبر ما را، وا مبر ما را ز اخوان صفا، اخوان صفا یعنی برادران با صفا، از سفره برادران با صفا ما رو دور نکن. یکی از بزرگترین عذابهای الهی اینه که انسان دوستان خودش از دست بده، برادران با صفای خودش رو از دست بده، که حضرت علی فرمود بدبخت کسی است که عرض کنم که دوستی نتوانست برای خودش تحصیل بکنه، و بدبخت‌تر از اون کسی است که دوستان خودش هم از دست میده. تلخ‌تر از فرقت تو هیچ نیست، از اینکه من از تو جدا میشم، یعنی از خوبی‌ها جدا میشم، هیچ نیست. بی پناهت غیر پیچاپیچ نیست، بدون پناه تو هیچ چیز نیست جز پیچاپیچ، همش داریم پیچ می‌کنیم. رخت ما هم رخت ما را راه زن، میگه این رختایی که ما تنمی کردیم از دنیا، رخت حقیقی که باید از شب اول قبل بپوشیم که لخت اوریان تو محشر میاد، اون رخت ما را از ما گرفت، ما دیگه لباسی هم نداریم تو محشر. رخت ما هم رخت ما راه زن، جسم ما مرجان ما را جامه کن. جسم ما، تعلقات جسمانی ما باعث شد روح ما همطور ضعیف گوشه بیفته و ما احسانی به اون روحمون نکنیم و جامه شو کن. دست ما خیلی قشنگ گفتیم، نگاه کن تو رو خدا حواست باشه، دست ما یعنی کارایی که ما دستمون کردیم، اعمالی که انجام دادیم، چون پای ما را میخورد. یه پای باید داشته باشیم که به سمت تو بیایم، یعنی اعمال صالح. دست ما اون اعمال سیئه تمام اینا رو خورد، نمیذاره ما بیان، ما رو بلد کرد. دست ما چون پای ما را میخورد، بی امان تو، بی امان تو کسی جان چون برد، بر برد جان زین خطرهای عظیم. اگه کسی بدون تو بتونه از این خطرها بگذره، برده باشد زین خطر، برده باشد مایه ادبار بید، ولی در نهایت باز دچار بدبختی میشه. زان که جان چون واسط جانان نبود، اگه این جان من متصل به جانان نباشد، تا ابد باخیش کور است و کبود. چون تو ندهی راه جان خود برده گیر، چون تو ندهی راه جان خود برده گیر. مولانا به خودش میگه، میگه اگه اون به من راه نده، من دیگه جانم عبد میشه، عبد عبد دنیا، عبد سروه، عبد شهوت، عبد من بنده های دیگران میشم وقتی اون به این راه نده. چون تو ندهی راه جان خود برده گیر، جان که بی تو زنده باشد مرده گیر. گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران. ور تو ماهو، میگه اگر تو ای خدا، اگر تو طعنه به بندگان بزنی، اون در خور تو هست. ور تو ماهو مهر را گویی جفا، اگر تو به ماهو مهرم بگی، شما جفا بگی به اونها، یعنی تو در برابر مهر و ما، مهر و ما در برابر تو هیچ هستن. ور تو ماهو مهر را گویی جفا، ور تو قد سر را گویی دوتا، اگه به سر من بگی خم شو، ور تو چرخ و عرش را خوانی حقیر، ور تو کان و بحر را گویی نفیر،
آن به نسبت با کمال تو رواست. تو مالایتناها هستی، به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن، ملک اکمال فناها مر تو راست. حکومت کامل کردن همه موجودات فنا در دست تو است. که تو پاکی از خطر وز نیستی، نیستان را موجد و مغنیستی. تو بری هستی از هر نیستی و نیستان را تو هستی میدی. آنکه رویانی داند سوختن، زان که چون بدرید داند تازه. اگرم عرض کنم که به رویانت بدونه چجوری بسوزاند، زان که چون بدرید داند دوختن. اگه پاره کنه میدونه چجوری بدوزه. می بسوزد هر خزان مر باغ را، در هر خزانی باغ ها رو خدا میسوزانه. باز رویانت گل سباغ را، گل های رنگا رنگ رو باز میرویانت. که ای بسوزید برون آ تازه شو. خدا خطاب رو میگه تو سوختی، من باعث بشم که تو بیای بیرون. بار دیگر خوب و خوب آوازه شو. چشم نرگس کور شد، بازش بساخت. چشمای نرگس، گلهای نرگس هم کور شد، خدا باز مرتبه اینا رو چشم داد. حلق نی ببرید و بازش خود نوا. حلق نی ببرید و بازش خود نوا. ما چون مصنوعی مصانع نیستیم، جز زبون و جز که قانه نیست. ما مصنوعیم، ما مخلوقیم، ما بانه ایم، ما چاره ای نداریم. ما حالا این نگاه کنیم، این قسمت رو گوش کنیم، ما همه نفسی و نفسی میزنیم، یعنی منم منم همش میگیم نفسی و نفسی. گر نخواهی ما همه اهریمنیم. اگه تو دست ما رو نگیری ما هممون یک اهریمن هستیم. زان ز اهریمن رهی دستیم ما، که خریدی جان ما را از اما. زمانی ما از اون شیطان و از اهریمن نجات پیدا کنیم که تو جان ما را بخری. تو اساکش هر کرا که زندگی است، تو اساکش هر کسی هستی که دنبال زندگی است. بی اسا و بی اساکش کور چیست؟ اگه اساکشی نباشه و اسایی نباشه کور چیکار میتونه بکنه؟ غیر تو هر که خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. غیر تو هر که خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. غیر از خدا، غیر از خوبی هایی که از خدا هست، هر چی باشه آدم رو میسوزانه. هر کرا در این دو بیت دیگه بس. من